الو بفرمایید. الو زهرا، شما این مرزی خانم، حالتون خوبه؟ باید ببینمت، زودتر بیا. چرا؟ چی شده؟ بیا، کارت دارم. اگر اجازه بدی من دیگه اونجا نمیام. دواهاتون رو نمیخورین؟ خیلی ضعیف شدین، چیکار دارین با خودتون میکنین؟ چرا دیگه نمیخوای بیای اینجا؟ من باید درس بخونم، شما که میدونین. تو میخوای عروسی کنی؟ نه؟ من؟ نه، کی گفته؟ چرا پنهان میکنی؟ از من میترسی؟ من اصلا نمیدونم شما چرا اینطوری فکر میکنید. میدونی، خوبم میدونی. زهرا، من که به تو بدی نکردم. کردم؟ چرا میخوای با نادر عروسی کنی؟ شما اشتباه میکنید خانم. من هیچ کاری با زندگی و شوهر شما ندارم. لازم نیست دروغ بگی. نترس، من که نمیخوام های و هوی را بندازم. منتظر یه همچین روزی بود. نادر بالاخره یه روز این شکنجه رو تموم میکرد. زندگی با یه زن مریض خیلی سخته. تو نباشی یکی دیگه. خیلی خیلی از مردم هستن که زن درست حسابی هم دارم ولی زیر سرشون بلند میشه. من فقط دلم برای تو میسوزه. با اجازتون من فقط نگران تو هم. تو همه چی داری؟ چطور به این راحتی وسوسه شدی؟ به چی؟ به کی قسم بخورم که من نمیخوام زنش بشم؟ اینو به خودشم گفتم. خودش؟ خوبه، خوبه. اینم راه بدی نیست. با دست پس میزنی، بابا پیش میکشی. دختر جوان و خوشگلی مثل تو که نباید به این راحتی بله بگه.
هر چقدر بیشتر ناز کنی طرف هول و ول پریشون داره. سری کی سری شل میکنه. درسته؟ درست میگم یا نه؟ شما میگین من چه جور آدمی هستم؟ من دلم خوشه که شاید تو اهلش نباشی. تو نادر رو نمیشناسی. اگه با چرب زبونی و تهدیداش راضیت کرد چی؟ اگه با سند خونه و ویلا و حساب بانکی خامت کرد چی؟ هرچقدر بیقل و قش و عاقل باشی بالاخره بله رو میگی. اگه تو چند سالت دختر پخته تر از توش گل خوردن و جا زدن. من هیچ وقت حسرت داشته های کسی رو نداشتم خانم. همه شرزونی خودتون. دروغ میگی. طوری نشده که اذیتت کردم. اشکالی نداره، آروم باشید، چون باید استراحت کنید. من ازت یه چیزی میخوام. به حرفم گوش میکنی؟ سعی میکنم. من میخوام زن نادر بشی. خیلی دلم تنگه مامان. نمیدونی چقدر به احتیاج دارم. من تنهام. خیلی تنهام. تو باید به حرفام گوش بدی. خب آخه یکی باید به حرفای من گوش بده. یکی باید گوش بده. من چی کار باید بکنم؟ خدای
خدایا چرا اینطوری شد؟ چرا من؟ خدایا این چه امتحانیه؟ فقط خودت میتونی بهم کمک کنی. به چیزایی که میخواستی برسی راحت رسیدی، برای همین خستت کرده. یادت نره تو یه شاگرد بودی، انقدر دنبال پدرم دویدی و خوش خدمتی کردی تو به همه اون چیزایی که میخواستی رسیدی. همه میگفتم، البته فهمیدنش خیلی هم سخت نبود. چرا یه جوان سالم شهرستانی خواستگار تنها دختر صاحبکار پول داره شده؟ اونم دختری که از خودش بزرگتر. دوباره میخوای حرفای قدیمی رو پیش بکشونی؟ آره همشم منتظر بودم تا اینکه تو یه روز اینو بفهمی، اما حالا دیگه هیچ امیدی ندارم. چون خوبه معلومه که هنوز سر پایی، هنوزم داری این میراث مرده شور برده تو به رخم میکشی. دیگه خسته شدم از هر چیزی که مربوط به اونه، از تک تک آجرهای نمزده و وامونده این خراب شده متنفرم مرضیه. از منتی که سرم داری؟ خوبه که اینو خودت خوب میدونی، اگه این میراث لعنتی نبود هیچ خری حاضر نمیشد با دردانه پدرت ازدواج بکنه. یه عمره منت این ازدواج مصلحتی رو سرم گذاشتی. نه نادر، نه تو مرد این کار نبودی. هر کسی بود به این پول قناعت میکرد، اما تو نکردی. تو این پولو سودشو به خلاف و چیزای دیگه کشون. خواهش میکنم تو دیگه این حرف رو نزن. برای تو که بد نشد، این سرمایه تو هم هست، بعد چندین و چند برابرش کردم ها. درسته شوهر وفاداری نداشتی، اما در عوض کلی ملک و مال صاحب شدی. اگه من این کارو نمیکردم که نمیتونستم این همه سرمایه و زندگی رو برای اولیا مخدر فراهم بکنم. میتونستم. به من دروغ میگی؟ خودتو گول نزن. تو به خاطر منو منفعت من این کارو نکردی. تو برای همین عزیزم، برای همینه که میخوام یه همدم تازه نفس برات بیارم، یه کسی که بتونه همه چیزو تغییر بده، حتی منو. اون که بیاد با خودش خیلی چیزا رو میتونه بیاره، خیلی چیزایی رو که تو نمیتونستی داشته باشی. میفهمی که چی میگم؟ مریم جان، مادر، چای رو تازه دم کردم، یه دونه برای زهرا خانم بریز تا من بیام. دست درد نکنه مامان. درد سرای ما هم دوباره شروع شد. گفتم که این داداش موسای من عرضه کار کردن نداره،
دیشب دوباره با کلی داد و فریاد تشریف فرما شد. من پشم برم دیگه. شیرینو گذاشتم پیش گوهر خانم همسایه‌مون. الان دیگه دل تو دل بچه نیست. حالا یه دقیقه صبر کن. یعنی دیگه پیش مرضیه خانم نمیری؟ کاش از اولش هم نمیرفتم. خوب کردی زن نادر نشدی. بیچاره زنشو بگو. دلش خیلی شکسته. به خدا دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. یعنی اگه پای مرضی خانم در میون نبود زنش میشدی نه؟ چی میگی تو؟ یعنی حتی وسوسه هم نمیشدی تو؟ دیوونه شدی یا؟ معلومه که نه. کیه؟ جناب برج زهرمار تشریف فرما شده. سلام علیکم. سلام مادر. چرا تو زحمت میکشی مادر؟ چیزاشی مریم میشست اینا رو. آخه مریم مهمون داره مادر. مهمون؟ کیه؟ زهرا دوستشه، تو میشناسی. بی خود این دختره کار زندگی نده، هر روز پا میشه میاد اینجا. این حرفا یعنی چی که میزنی؟ کی هر روز اومده اینجا؟ تازه دختر خیلی خوبی هم هست. هیچ هم اینطور نیست. خونه نشستی از هیچی خبر نداری. مریم، مریم. خیلی خوب، خیلی خوب، صدا تو بیار پایین، آبروریزی هم. مریم مگه نمیشنوی کری؟ خیلی خوب. چی شده موسا؟ چرا هوارو میکشید؟ زشته. این دختر از جون تو چی میخواد؟ ها؟ چی بهت میگه؟ دوست منه. میدونی چند سال آقا؟ از همون روز اول باز جلشو میگرفتم. ای نکن آقا خواب نما شدی ما خبر نداری. باشم یه میگه دختر لحظا من داشته باشی. فهمیدی؟ خب بشنبه. من خوش ندارم خواهر من با دختر یارا من یه نشست و بخواد داشته باشه. میزنم دمار از روزی کار در میارم آقا. بسی که تو هر کاری نیست. تمام آدم ها تبیش نکنه این کار هست. خدا بسته موسا، کی همچین چیزی گفته؟ نیومده شروع کردی تو؟ همون که گفتم، من اینا رو میشناسم. تو رو خدا بس کن، صدا تو بیار پایین، آبرو برامون نبود. زهرا جونم کجا؟ زهرا خانم، خواهش میکنم یه دقیقه برید تو اتاق بشینید، من الان میام خدمتتون. خیلی ممنون از پذیراییتون. خدافظ. تو رو خدا زهرا. آقا موسا، مریم مثل خواهر منه. همیشه فکر میکردم برادرش هم مثل برادر خودم میمونه، ولی انگار اشتباه کردم. خدافظ. یه دقیقه صبر کن. خدافظ. چه مرگت شده ها؟ هنوز مردکش تو به همه توهمت میزنی. لابد یه چیزایی ما میدونیم دیگه. تو کجا؟ کجا میری؟ میرم گندی که به قالب زدی درست کنم. صبر کن میرم. چی رسم کنه؟ مگه اینکه بر نگردی خونه؟ زهرا صبر کن دیگه. صبر کن دیگه نامرد. چی میگی مریم؟ زهرا تو که میدونی من ببین من از دست تو ناراحت نیستم، از دست خودم ناراحتم. که موسا رو میشناسیش، حرف و کارش یکی نیست. به خدا منظوری نداشت، تو رو خدا ببخشش. چی شد؟ چیزی نیست، بیا. خودش رو مگه نه؟ نادر همینه؟ بر نگرد، نگاش نکن. زهرا خانم شما اینجا چیزی میخواید؟ منتظر پدرتون هستم. البته میخواستم با خودتونم صحبت بکنم. شما چرا دست از سر من بر نمیدارید؟ دیگه از من گذشته که مزاحم خانما بشم. میخواستم حرفای منو بشنوید. من با شما کاری ندارم آقا نادر. اگه با من ازدواج بکنی خوشبخت میشی. از همه چیز بی نیازت میکنم. اگه به خاطر مرضی است خودت از نزدیک دیدیش؟ اونم راضیه.
میدونه که چه حال و روزی داره. چرا به من حق نمیدی؟ تا حالا هم محبت من بوده که باش ساختم. اینقدرم مال و مکنت بهش دادم که به چیزی احتیاج نداشته باشه. اون به یه شوهر وفادار بیشتر از مال و مکنت نیاز داره. حرفای خودمونو بزنیم ها؟ اگه مشکل درس و دانشگاه داری، من بهت قول میدم که بهترین امکانات رو برای تحصیل تراهم کنم. خب دیگه چی؟ من بدون کمک شما میتونم درس بخونم آقا. هم زبان تندی داری هم حاضر جوابی، از همینت خوشم اومد. اما صبر و حوصله منم حدی داره. باید زودتر جواب منو بدی. خودم درستش میکنم. این مردی که چی از جون زهرا میخواست؟ گفتم چیزی نیست، تو دخالت نکن. خیلی خوب سوار شو. رضا این مردی که چی از جونتون میخواست؟ هیچی بابا، خیر سرش خواستگارمه. این غلط کرده. ببینم تو چرا به من چیزی نگفتی؟ ها؟ زهرا میخوای از پیش ما بری؟ نه عزیز دلم، نه بابا، خودش میدونست. جرأت داره، جرأت داره یه بار دیگه اسمتو رو پیش من بیاره. میدونم باش چیکار کنم. نگران نباش، من که نمردم. آخه بابا چطور راضی شد یه آدم خلافکار عوضی رو قبول کنه؟ یه چیزی بگم زهرا، دلخور نشی. چی بگو؟ خیلی خوش تیپ بود، چه ماشینی هم داشت. مریم ها وقتی که خوشی سیه زبادا میکشی، درد میکشی، درد میکشی، درد میکشی، سجوری هایی داشت نفته. خوبه، خوب دست درد نکنه. شایی دوده دم میخوای دوباره دوده کنم؟ کی باشه خجالتت درم؟ این مطا همه چیز آدم و حتی رفاقت رو از آدم میگیره، ولی منوش پومپیو هنوز یه چیزایی داره. ما که گفتیم دست درد نکنه. اگه رسی ممنت سرت ندارم. نادر سپرد به من، بیارم اینجا توپت کنم برسزم فضا تا باید حرف بزنه. میخواد تیر خلاص رو بهت بزنه. من گفته باشم از طرف من نامردی نباشه. دست در نکنه،
اما گمونم خودش جوابشو گرفت. کی؟ ناله؟ اون تا قلفتی پوستتو نکنه ول کنت نیست. علایی حاله از من گفتم. انوش بفرمو. انوش کجایی تو؟ آمدم آرام جانم، آمدیم شیرین زبانم. باشه بریم. در خدمتیم آقا نالی. به به خوش میگذره. نادر به هم لطف کردی، منت تو دارم، ازم چک داری قبول، حاضرم بازم بهت چک بدم. چیه؟ خاص خرجی میکنی؟ یاد بدهکاری و طلبکاریات افتادی؟ حاضرم هر کاری برات بکنم، هر چی باش، فقط فقط چی؟ جون بکن. دست از سر زهرا بردار، بی خیال دختر من شو. خودت که میبینی زندگیم داره ازم میپاشه، هرچی تو زندگیم داشتم نابود شده، تنها دلخوشیم اینه که یه خونواده دارم. دلخوشیمو ازم نگیر رفیق، التماست میکنم. راست میگی، وقتی عزیز دردونت میتونه با یه آقا پسر ترگل ورگل ازدواج بکنه، چرا بیاد زن من بشه؟ ولی درد تو درمون نمیشه ناصر. یه بچه ننه نازنازی بیمایه نمیتونه تو رو از خماری توی خیابون نجاتت بده. کار شما رو انجام بدم عملمو ترک میکنم، میرم سر کار اولم. ترک کنم کار گیرم میاد، مطمئنم. راست میگی یا اینکه با مال مفت خودتو نشعه کردی و داری آسمون ریسمون به هم میبافی؟ نادر هر کاری بخوای برات میکنم، فقط بی خیال زهرا شو. تو که به سلامتی دست رو هر دختری بذاری نه نمیشنوی. زهرا لیاقت تو رو نداره، باور کن. درست میگی، نه اون لیاقت داره نه تو. من چرا باید وقتم رو بابت انگلای مثل شماها تلف کنم؟ ها؟ مگه نه؟ آره، یعنی بی خیال زهرا میشی نه؟ ها؟ چرم لهت کنم هیچ اتفاقی نمیفته. میبینی چقدر بی ارزش و بی وجود شدی؟ وقت دست رد به سینه من میزنی نره؟ تو و اون دختر افاده که احمقت. دیگه حرف بزن، دیگه حرف بزن، با تو هم یه چیزی بگو. چرا حرف نمیزنی؟ چرا لالمونه گرفتی؟ نکنه مردی؟ با تو هم حرف بزن. چیکار داری میکنی؟ حرف بزن. کشتی یمن. چه شد آقا نادر؟ میخوای یه درد سر دیگه هم برامون درست کنی؟ نه ترس، سگ جونتر از این حرف هست. باید شوخی کردم،
نترسیدی که؟ هر کاری میکنم، فقط دست از سر دخترم بردار. دیگه چی میگی نازه جان؟ دست از سرش بردار دیگه. خیلی خوب باشه، واسه اینکه فعلا قسمت نیستش که ما با هم فامیل بشیم، ولی فعلا باید این محموله رو ببری بابل تحویل بدی، بعدش هم با هم بی‌حساب میشیم. ها؟ فردا پس فردا هم باید راهی بشین. مگه کسی دیگه هم همراه میاد؟ آره دختر کوچیکت، باید ظاهر غلط اندازی داشته باشی دیگه، همینطوری که نمیشه. اون که باشه کمتر بهت شک میکنن، مگه نه منوش؟ آقا ولی من نمیخوام پای بچه هم وسط کشیده بشه. کسی هم نخواست که پای اونا رو وسط بکشه، اونا که نمیدونن چی به چیه. فکر میکنم با بابا جونشون میخوام برن سفر. آخه چه پدری، خودت هم میدونی کار خطرناکیه. اونطوری که من نقشه کشیدم هیچ جای نگرانی نداره، مطمئن باش بعدش خودت پیش قدم میشی. نه دیگه، دفعه بعدی در کار نیست. همه اولش همینو میگن، ولی به محض اینکه مزش رفت زیر دندونشان دیگه ول کنه معامله نیستن. چی کار میخوای بکنی آقا نافه؟ نوکرتم. اگه اینجوری دست از سر من و دخترم ور میداره، هر کاری بگم میکنه، هر کاری. لعنت به این کسافت، لعنت به این کسافت. همه چیز آدم میگیره من، همه چیز آدم. من باید کار دارم بابا. بفرمایی. میخوام یه چند روزی برم مسافرت. مسافرت؟ کجا؟ میرم بابل، بازدید عمت، بازدید همه اونایی که برای فوت مادرت اومدن. شرمنده خیلی شدم. شیرینم با خودم میبرم. شیرین برای چی؟ مدرسهش چی میشه؟ آخ جون بابا خوش به حالم. سب کن ببینم، نمیشه، بی خود که نیست، باید بری مدرسه. فردا تو برو اجازهشو بگیر، یه هوای عوض میکنه، براش خوبه، روحیش عوض میشه. پس من و رضا چی؟ اونم با این اوضاعی که میبینید. رضا درسش سنگینه، تو هم بیای تنبل بازی در میاره، از درس عقب میفته. از بابت نادرم خیالت راحت باشه، جوابش کردم، دیگه کاریت نداره. راست میگم جون بابا، اذیتت کردم، فکر کردم اینجوری بهتره، به صلاحته، اما دیگه تموم شد، خیالت راحت باشه. الهی قربونتون برم بابا، نجاتم دادین. میدونستم دوستم دارین. من که دیگه مشقمو نمینویسم، چون فردا میخوام برم مسافرت. بی خود، اگه مشقتو ننویسی نمیذارم بری. یا پشو بودو ببینم. خوش پس پول سفر رو از کجا میارین؟ جورش میکنم. میخواین دوباره قرض بگیرین؟ برم سر کار همشو پس میدم بابا، تو ناراحت نباش. نه ناراحت نیستم، فقط ای کاش منم میتونستم باهاتون بیام.
ای درست به من ندیدی جنسای ریدی میگی خیلی دوست داشتی جای ناصر بودی ها؟ ای بابا کجاست اون موقع که منوچ پومپیو میدیدی کیلو کیلو مواد رو میگرفت روی دستش بدون هیچ ترسی این طرف اون طرف میره جوانی کجایی کیادیت بخیر جوانی تا هم دیدی مار مولک اون موقعش هم هیچ پخی نبودی چه؟ چه خبر چه؟ درست به من آقا نادر میگم شما نمیترسید ناصر سالهاست این کارا رو نکرده حال و روزش هم که دیدی یه ها نقره داغت نکنه بابا بر بچه های ما تو بابل لو رفتن همین حالاش هم خیلی دیر شده طرف معامله رو که میشناسی چه آدم های کم تعاملی هم ترسیدم یه خیالاتی به سرشون بزنه و برام دردسر درست کنه پیدا کردن یه آدم مطمئنم تو این حال و اوضاع خب یه خورده سخت بود حالا سن مو گنجیش کم مو آقا ناصر حمال مفتی از را رسید خویشه بدم تو خاله خفه؟ خودش لس میکنه حالا حالا با این آقا ناصر کار دارم آره کارش دارم تمومه خیلی خوب بقیهش هم واگذار کن بابا ناصر یادت نرفته که چی بهت گفتم روشن شد؟ من که از خودم اما آخه واسه چی؟ همون که گفتم حالا من یه دفعه یه چیزی از تو خواستم ها این آدمی زاد میری به بابا میگی که تو هم میخوای به آشون بری این که دیگه نقشه کشی نمیخواد نمیخواد سخنرانی کنی پاشو بسته دیگه چقدر میخوری؟
عروسک تازه من با خودم ببرم؟ چه میدونم، ببر. فقط یادت نرفته که چی بهت گفتم. چیه؟ قصت گرفته تو رو نمیخوایم ببریم؟ چقدر فضولی میکنی تو؟ اگه کاری که بهت گفتم انجام ندی دیگه دوستت ندارم. باش. بفرمایی. دست درد نکنه. این ساک مال کیه؟ مال منه. همچین ساکی نداشتین. کی خریدین که من ندیدمش؟ دست یکی از رفقام بوده، حالا آورده. شیرین آماده کن، بر را بیفتیم. شیرین، شیرین جان بیا. چی بگم؟ چیه؟ چته؟ میخوای گریه کنی نه؟ کیه؟ چی شده؟ چه میدونم؟ از صبح که بیدار شده میگه اگه تو نیای منم نمیرم. طوری نیست، زود یادش میره. برای همیشه که نمیریم بابا. چیه دیگه؟ چی شده؟ من زهرا رو میخوام، باید زهرا هم با همون بیاد. ببین بابا، اگه از این ادا در بیاری نمیبرم اتا. راستش منم بدم نمیاد همراهتون بیام. اینطوری دیگه شیرینم بهانه نمیگیره. بچه شدی بابا؟ چی شد یه دفعه؟ رضا رو یادت رفته؟ باید یکی پیشش بمونه. از بابت من که خیالتون راحت باشه. تا برگردی من زنده میمونم. بعدشم اگه مسافرتی تو کار باشه، زهرا سفارش منو به گوهر خانم میکنه. نمیفهمم. شماها چتون شده؟ همون که گفتم، یکی دو روزه برمیگردیم. دیدی خودم به آب و آتیش دارم، اما نشد. تو که فقط بلدی مسخره بازی دراری. برو کنار ببینم. منم با هاتون میام بابا. تو چت شده زهرا؟ وقتی میگم نه حتما یه دلیلی داره. خب منم تنهایی دلم میگیره، از شیرینم نمیتونم دور باشم. در ضمن با این قضایایی که پیش اومده دلم میخواد یه چند روز از اینجا دور باشم. نمیشه. من و شیرین میریم و زود برمیگردیم. چرا ادای بچه ها رو در میاری؟ چی شده؟ تا دیشب که حرفی از اومدن نمیزدی. حالا چی شد یه شبه حواس سفر به سرت زد؟ نمیشه، همین که گفتم. بی خودم اوقات خودتو خودمو تلخ نکن، فهمیدی؟ منم باید همراهتون بیام. نمیتونم از شیرین جداشم، به مامان قول دادم. یادتون که میاد. شرمنده، یا منم میام یا شیرینم باید بمونه.